در جزئیات بیشتر همکارم عبدالواحد حیدری رو از اسلام آباد همراه خودمون داریم سپاس از همراهیت در مورد سفر آقای منیر و اینکه به دنبال چی از خودت بیشتر بشنویم خب سید آسیم منیر رئیس ستاد ارتش پاکستان برای اولین بار به ایران سفر میکنه او روزی گذشته برای یک دوری دو روزه به تهران رفته و ارتش پاکستان اعلام کرده که هدف این سفر او دیدار با رهبران سیاسی و نظامی ایران خواهد بود و در این سفر در مورد همکاری های امنیتی، دفاعی، آموزشی و دفاعی میان دو کشور دیدار خواهد کرد و گفتگوهای هم انجام خواهد شد که امروز خبرگزاری های ایران نشر کرده که دو طرف یعنی رئیس ستاد ارتش پاکستان همراه با محمد باقری رئیس ستاد ارتش نیروهای مسلح جمهوری اسلامی دیدار داشته و هر دو روی این موضوعات صحبت کرده علاوه بر این خبرگزاری فارس گزارش کرده که آقای باقری در این دیدار تاکید کرده که کشورهای ایران و پاکستان دو کشور دوست و همسایه است و در تعاملات منطقی و جهان اسلام بسیار مهم است و به همین دلیل باید همکاری های دفاعی و امنیتی میان دو کشور بیشتر شود میان دو کشور بیشتر شود و دو کشور باید در زمینه تامین امنیت منطقه نقش بیشتری را ایفا کنه قرار است آقای آسیم منیر با دیگر رهبران سیاسی و امنیتی ایران هم دیدار داشته باشه که گفته میتونه مهمترین موضوع این سفر آقای منیر امنیت مرزها خواهد بود و همچنان پیگیری صحبت یا گفتگوهایی که ماه گذشته میان سه طرف یعنی میان چین، ایران و پاکستان در چین برگزار شده بود در این اواخیر ما شاهد افزایش حملات گروه های شروشی در مرزهای پاکستان با ایران هستیم از جمله ایالت بلوچستان که هم سرحد با سیستان و بلوچستان ایران است دست کم در چند حمله روز گذشته دست کم 20 نیروی ارتش پاکستان کشته شده و در دیداری که امروز دو طرف داشته روی امنیت مرزها هم تاکید شده و گفته که باید مرزهای دو کشور از حالت تنش به حالت تبدیل شود که همکاری های اقتصادی بیشتر گسترش پیدا کنه و سوی دیگر دو طرف نگران امنیت منطقه هم هست که ماه گذشته نشست سه جانبه چین پاکستان و ایران برگزار شده بود و این سفر آقای مونیر احتمالا ادامه همین گفتگوهای امنیتی است که تا با محوریت چین برای تامین امنیت منطقه تلاش های داشته باشد. ممنون از توضیحات تو همکارمون عبدالواحد حیدری از اسلام آباد